گسترش نوعی هپاتیت مرموز در کودکان. در هفته‌های اخیر گونه‌ای ناشناخته و وخیم از بیماری هپاتیت در حدود 170 کودک از 11 کشور شناسایی شده و باعث مرگ یک کودک شده است. بدن کودکان مبتلا به این نوع هپاتیت دارای هیچ کدام از ویروس‌های شناخته شده هپاتیت A B C D و E نبوده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده این نوع هپاتیت ابتدا در 5 کودک اسکاتلندی شناسایی شد و انگلستان نیز از ابتلای حداقل 114 کودک به این بیماری خبر داده است. آمریکا، اسپانیا و فرانسه نیز از جمله کشورهایی هستند که وارد ابتلا به این بیماری را شناسایی کردند. پیش از اینکه نشانه های ابتلا به هپاتیت در این کودکان دیده شود، دچار یرقان، اسهال، استفراغ و درد شکم شده بودند. پزشکان در حال حاضر از روند انتقال این نوع هپاتیت و روش درمان آن اطلاعات دقیقی ندارند. آغاز به کار برخورد دهنده عظیم اروپا. برخورد دهنده هادرونی بزرگ اروپا سرانجام پس از وقفه 3 ساله برخورددهی پرتوهای حاوی پروتون را در سطوحی از انرژی که پیش از این بی سابقه بوده آغاز کرد. برخورد دهنده ها دستگاه‌هایی برای سرعت بخشیدن به ذرات هستند که می توانند پرتوهای ذره و پادذره را کنار یکدیگر بیاورند تا با یکدیگر برخورد کنند. اگر این برخورد با انرژی مناسب انجام شود، چگونگی شکل‌گیری جهان هستی در 8.13 دهم میلیارد سال قبل در ابعادی بسیار کوچک شبیه‌سازی می‌شود. طول تونل این شتاب دهنده ذرات 27 کیلومتر است و در عمق 100 متری زمین ایجاد شده است. تنها چند روز پس از راه اندازی مجدد، جریان‌های پروتون این برخورد دهنده که در مؤسسه آزمایشگاهی فیزیک سرن سوئیس واقع شده، به سطح انرژی 8.6 دهم ترا الکتروولت رسید که رکوردی جدید محسوب می‌شود. مأموریت جدید فضاپیمای اوسیریس رکس. ناسا از مأموریت جدید برای فضاپیمای اوسیریس رکس خبر داده است. این فضاپیما که هم‌اکنون در مسیر بازگشت به زمین است، حدود یک سال پیش توانست بر سطح سیارک بنو فرود بیاید و از آن نمونه برداری کند. اوسیریس رکس اکنون در مأموریت جدید خود باید به سوی سیارک آپوفیس حرکت کند و این سیارک را مورد مطالعه قرار دهد. این فضاپیما که در سپتامبر 2023 به زمین می‌رسد، کپسول حاوی نمونه‌های سیارک بنو را در اتمسفر زمین رها می‌کند تا در آمریکا فرود آید و سپس به سوی سیارک آپوفیس حرکت کند. چگونگی شکلگیری فلز در آرواره نوعی کرم. دانشمندان در تحقیق جدید چگونگی استفاده نوعی کرم به نام کرم خونی از فلز مس برای شکلگیری آرواره‌اش را مورد بررسی قرار دادند. این کرم در مراحل پنجگانه زندگی خود ترکیبات فلز مس را که از بستر دریا دریافت کرده در بدنش ذخیره می‌کند و سپس آرواره مسی خود را شکل می‌دهد. کرم خونی از آرواره قدرتمند خود که دارای دندان‌های نیش ساخته شده از مس است، برای گاز گرفتن تومه و تزریق زهر استفاده می‌کند. دانشمندان در نهایت بافت آرواره این نوع کرم را بررسی کردند و موفق به کشف پروتئینی شدند که به ترکیب موفقیت‌آمیز مواد شیمیایی مختلف کمک می‌کند و می‌تواند دندان‌های مسی این کرم را شکل دهد. استفاده از چشم برای تشخیص نوعی اختلال ذهنی. محققان استرالیایی روش جدیدی در تشخیص اختلالی موسوم به آفانتازیا یا عدم توانایی در ایجاد تصاویر بصری در ذهن شدند. پیشتر برای تشخیص این نوع اختلال، پزشکان از تجربیات ذهنی افراد پیشتر برای تشخیص این نوع اختلال، پزشکان از تجربیات ذهنی افراد سوال می‌پرسیدند و در نهایت وجود یا عدم وجود آفانتازیا مشخص می‌شد. اکنون محققان کشف کردند که می‌توان برای تشخیص آفانتازیا از حالت‌های مردمک چشم کمک گرفت. ساخت ماده جدید با الهام از استخوان. تیمی از مهندسان با الهام از ریز ساختارهای منفذدار استخوان و چوب، مواد بسیار مستحکم و سبک ایجاد کردند که می‌توان از آنها در ساخت ایمپلنت‌های مورد استفاده در اعمال جراحی و تولید هواپیما استفاده کرد. این ماده جدید دارای همان منافذی است که در داخل استخوان، شاخه حیوانات و چوب پیدا می شود. شکل و اندازه این منافذ می توانند در میزان استحکام، تراکم و وزن محصول تولید شده تغییر ایجاد کند. در حال حاضر به وسیله چاپ سه بعدی نمونه اولیه از یک ایمپلنت مربوط به صورت به وسیله این ماده ساخته شده است.